آینده ایران در دستان شماست. با درود به همیهنان عزیزم در سراسر جهان، ایرج شاه‌ولایتی هستم، یکی از پشتیبانان نهاد مردمی. برنامه امروز سیمای نهاد مردمی رو از استودیو این سیما در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش می‌کنم. هموطنان عزیزم، شعری رو امروز می‌خوام برای شما بخونم، بخشیشو، که این شعر مال نسیم شمال، اما خیلی اوضاع احوال امروز رو تا یه حدودی بیان میکنه. از این غارتگران و چپاولگران فاسد حاکم بر ایران که دارن به غارت خودشون ادامه میدن، ولی وحشت هم همه جاشون گرفته. وحشت از این مردم، وحشت از ملت ایران و وحشت از این سمفونی بزرگ فروپاشی و براندازی حکومت جمهوری اسلامی که نشان از اون میده که امکان این که حکومت جمهوری اسلامی حتی 22 بهمن امسال رو بتونه از سر بگذرونه بسیار بسیار داره کم میشه. میگه حاجی بازار رواج است رواج، کو خریدار حراج است حراج، می فروشم همه ایران را. ببینید جمهوری اسلامی از روزی که آمده ایران رو به فروش گذاشته، ارض و ناموس مسلمانان را می فروشم همه ایران را، ارض و ناموس مسلمانان را، رشت و قزوین و قم و کاشان را، بخرید این وطن ارزان را. یزد و خونسار حراج است حراج، یزد و خونسار حراج است حراج، کو خریدار حراج است حراج. با همه خلق عداوت دارم. حکومت جمهوری اسلامی با همه ایران، با همه خلق ایران و با تمام جهان عداوت داره. با همه خلق عداوت دارم، دشمنی با همه ملت دارم. نگاه کنید، حکومت جمهوری اسلامی یک کشور یک پارچه، یک ملت یک ایران رو تحویل گرفت و در تمام این مدت تلاشش رو داره میکنه که اینا رو از هم جدا بکنه و امت درست بکنه. راستی که خاکتون بر سر حکومتگران جمهوری اسلامی. با همه خلق عداوت دارم، دشمنی با همه ملت دارم، از خود آقا وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم، وقت افطار حراج است حراج، کو خریدار حراج است حراج. تبل و شیپور و علم رو کی میخواد؟ تبل و شیپور و علم رو کی میخواد؟ شیر خورشید رقم را کی میخواد؟ تخت جمشید عجم را کی میخواد؟ تاج کی مسند جم را کی میخواد؟ اسب و افسار حراج است حراج، کو خریدار خریدار خریدار. میدهم تخت کیان را به گرو، میزنم مسند جم را به علو، به آتش میکشم قاب خورش را به جلو، آخوند شکموی ابله، میکشم قاب خورش را به جلو، میخورم قرمه پلو قیمه چلو. هموطنان عزیز، اون چرا که حکومت جمهوری اسلامی بر سر ایران آورد و اون چرا که این ستمی رو که در طی
این 38 سال گذشته با آمدن اون آخوند دروغگو، اون شارلاتانی که اسمش خمینی بود و با تمام اون خدعه‌ای که کرد، اما نتیجهش این شد که امروز کارگران شرکت واحد میان معلما، پرستارا، کارگرای نیشکر، تمام اقشار این مملکت که اون 90 و اندی درصدی رو تشکیل میدن که زیر ستم اون زیر 10 درصدی هستن که جیره‌خوارای حکومت هستن و اون مجموعه فاسدی که این حکومت رو میگردونن، شما فکرشو بکنین اون چه که داره الان میگذره نمیتوانه پایدار باشه و هر روز این ستمی رو که برای این مردم روا داشته میشه داره بیشتر و بیشتر صدای این سمفونی براندازی رو بیشتر میکنه. اما جای تأسف اینجاست که دشمنای ما، منظورم از ما یعنی ملت ایران، فقط بیگانگان هم نیستند. اگر که نگاه میکنیم میبینیم که این حکومتی که مسلط شده به نام دین و به فکر امت سازیه و ملت رو میخواد به امت تبدیل بکنه و قلب ملت ایران رو نشونه گرفته، میبینیم که یه آدمایی هم مثل حسن شریعت مداری که فرزند آیت الله شریعت مداری است که به قول این نویسنده میگه که در که ایشون غیر از فرزندی باباش آیت الله شریعت مداری هیچ هنر دیگری نداره، اما از فراکسیون ترک زبانان استقبال میکنه و شاکی است که چرا احزاب محلی نداریم. این آقای شریعت مداری که پروندهشون مشخصه، در حال حاضر که آیت الله علم الهدا در مشهد خود را مختار از دولت میداند، یعنی یه حکومت خودمختاری درست کرده این آخوند علم الهدایی که در مشهد هست و حرفایی رو که میزنه و بعضی وقتا گریه و زاری هم میکنه، همون ترفندی رو که آخوندها همیشه به کار بردن، ولی فقیه محلی و فدرال میخواهند بشوند. البته که شریعت مداری تنها نیست، قدرت خداوندی کم نداریم. آدم هایی که به نام اپوزیسیون فرصت را غنیمت شمرده و دانسته و ندانسته با عنوان های جعلی و مندرآوردی صحبت از فدرالیسم و ملیت و جدایی میزنند. کنفرانسی در استکهلم گذاشتن، صحبت از ملیت ها میکنند، حقیقتا خجالت نداره. اینا خودشون را هم ایرانی میدونن، خیلی جالبه. و حالا کاری نداریم که بعضی هم یه کارهایی میکنن، حتی ممانعت میکنن از اینکه پرچم شیر خورشید از شیر خورشید نشان رو بیارن و حتی در بعضی از این اتفاقاتی که در اینجا بوده مثل جریان کشتیگیرانی که اومده بودن و کارهای ورزشی که در اینجا انجام میشد، حتی از اووردن پرچم شیر و خورشید جلوگیری میکردن، یعنی میومدن پرچمهای شیر و خورشید رو از دست مردم میگرفتن و پرچمهای جمهوری اسلامی رو میدادن دستشون. خیلی جالبه. حالا امروز هم بالاخره به نحو دیگری هم برنامه گذار هم هستند و دارن دستگاه دیگری هم درست میکنن به عنوان آزادی ایران، که خب نمیدونم آیا اینا باید جوابگو باشن به این کارهایی که کردن؟ آیا پرونده این کارهایی که در گذشته انجام شده اینا تمام میشه؟ تازه وقتی هم که ایرادی بهشون گرفته میشه که چرا شما پرچم شیر و خورشید رو نمیارید در این گرد همایی‌هاتون، میگویند که ما داریم مستندی درست میکنیم در مورد پرچم شیر و خورشید. خیلی جالبه. حالا تازه یه گروهی اومدن یه مستند دیگری میخواهند در مورد پرچم شیر و خورشید درست بکنن. پرچم شیر و خورشید پرونده داره، مستند داره. پرچم شیر و خورشید نماینده حفظ حضور و حدود و ثغور این مملکت ایرانه. این ملت یک پرچم داره، یک ملت و یک کشور، قرار نیست چیزی تغییر بکنه. حکومت جمهوری اسلامی آمده است و میرود. حکومت جمهوری اسلامی حکومت بی آینده است. حکومت جمهوری اسلامی فردایی نداره. حکومت جمهوری اسلامی یا این 22 بهمن یا حد اکثر آن 22 بهمن خواهد رفت.
به اون جاها نمی کشه. ولی چرا؟ چرا ما از خودیامون از این کارا می کنن؟ هموطنان عزیز، این مقاله میگه ما از ملایان و این ملازادگان انتظار وطن دوستی نداریم، چون مدعیان دنیا را دوست ندارند و چشم به اون دنیا دوختند. البته مال دنیا استثناء است که گویا قصد هم دارند که این مال دنیا رو با خودشون ببرن. این آخوندهای مال دوست رو نگاه کنید که چگونه همینجور به دنبال این هستن که از هر جای این مملکت که میشه بفروشن و مال اندوزی بکنن و در جای جای دنیا پولاشون رو بگذارن. رئیس قوه قضاییه رو نگاه کنید، اصلا نگاه کنید 5 تا برادر قرار شده که یه مملکتی رو احاطه بکنن و هر غلطی که دلشون میخواد اینجا بکنن، کسی هم جرئت نداشته باشه. نماینده که از تمام این فیلترها گذشته و شده نماینده مجلس، میره تو مجلس ادعا میکنه که آقا علت این که یک حسابی باز شده، 63 حساب باز شده به نام یه آقایی که قرار بوده یعنی از حقوق مردم دفاع بکنه، خودش این حساب ها رو گذاشته و ماهیانه از سود این حساب ها نمیدونم 250 میلیارد دلار داره سود میگیره یا در سال. و اینا پولا کجا میره؟ وقتی این سوال میکنه میرن دنبالش که بگیرنش، که زندانیش بکنن، براش پرونده درست میکنن. این یعنی نماینده مجلسشونه. ای شمایی که به دنبال انتخابات هستید، ای شمایی که امروز به دنبال این هستید که آیا حسن روحانی بیاید یا برود یا آن بیاید یا این بیاید، واقعا شما چه آینده ای رو قراره بر فرزندانتون رقم بزنید؟ این نماینده مجلسش، یعنی نماینده شماست که جرأت نمی کنه. اون رئیس جمهورش، اون رهبرش، اون رئیس قوه قضاییه‌اش، همه اینها رو که نگاه میکنید یک مجموعه ای از یک نظام فاسد هستند که برای فردای ایران جز بدبختی هیچی دیگه ندارن. اما این حکومت به شدت ترس فرش داشته، حقم داره، برای اینکه حکومتی که از مردم نیست باید همیشه بترسه. حکومتی که از مردم نیست مطمئنن بر مردم نیست. این حکومت بالای 90% مخالفش هستن، اما با این چماقی که امروز بر سر این مردم میزنه، همین مردم چماق دستش خواهند گرفت. نگاه کنید، میگه ایرانیان داخل و خارج هوشیار باشند که این زنگ خطری است برای تجزیه ایران و وقت آن است که آنهایی که خواستار آزاد ساختن ایران از استبداد و آباد کردن کشور هستند سکوت خود را بشکنند. اگر در استکهلم مجموعه دور هم دیگه جمع میشن و به دنبال ملیت ها هستند، مگر میشود خوزستانی رو از آذربایجانی درست جدا کرد؟ مگر میشود اصفهانی رو از آبادانی جدا کرد؟ ما یه ملتی هستیم مثل یک فرشی که بافته شده از مردم ایران، که این مردم ایران مجموعی هستن از بلوچستانی، ترک، آذربایجانی، شمالی، جنوبی، اینا همه در هم تنیدن. این مملکت که تازه درست نشده، این مملکت هزاران سال قدمت داره، تمام ایرانیان با هم دیگه به هم تنیده شدن، یک ملت رو تشکیل میدن و این یک ملت در حدود و ثغور کشوری زندگی میکنن به نام ایران، که این کشور ماندنی است و این ملت ماندنی است. اگر هر کسی به دنبال ملیت درست کردن هست و اگر هر حکومتی به دنبال امت درست کردن هست، هیهات که مطمئنا به جایی نخواهند رسید، چون این ملت زنده است. این ملت خونها داده، این ملت کشته ها داده، این ملت خانواده های بر باد رفته، امیدهایی بر باد رفته تا تونسته این ملت بمانه. ولی ما باید هوشیار باشیم. باید هوشیار باشیم که همین کارهای کوچیکی که در اینجا و اونجا میکنن، اینها رو در نطفه خفه بکنیم. باید اینها بدانن که ملت ایران به عنوان یک ملت هیچگاه امت نشده و هیچگاه امت نخواهد شد. و این اقوام مختلفی که در ایران زندگی میکنن، اینها همه دل در گرو ایرانشان دارند. دل در گرو یک ملت به نام ملت ایران دارند. و هیچ کس نمیتونه اینا رو از هم جدا بکنه. اجازه بدهید تا برویم و با هم سرخط اخبار رو ببینیم. اخباری که از مملکت ما میرسه چه اخباری است؟ وقتی نظام فاسدی بر یک ملت داره حاکمیتش رو اعمال میکنه، در تمام این 38 سال اخبار
جز خبر فساد، جز خبر تباهی، جز خبر فقر، جز خبر بی‌آیندگی و بیکاری، جز خبر این جوان و اون جوان رو گرفتن در زندان‌ها کردن، جز خبر اعتیاد، جز خبر بی‌پناهی یک ملت، چی دیگه میتونه باشه؟ اما این ملت زنده است. این ملت یک خبر دیگری داره و اون خبرش فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی که عدمش در وجود خودشه. با درود، امروز 16 آذر روز دانشجوست. روز شنبه 13 آذر بیانیه‌ای در استقبال از 16 آذر در فضای مجازی انتشار یافت که مسائلی چون بومی گزینی، گزینش جنسیتی، هدایت تحصیلی و پولی سازی آموزش عمومی در سطوح مختلف آموزش عالی را به چالش می کشد. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، که چندی پیش برای اجرای حکم 7 سال حبس به زندان اوین منتقل شده، در نامه ای سرگشاده با بیان اینکه توسط مأمور زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته نوشته است: کتک خوردم، اما نه در حال تجاوز به دانش آموزان بودم و نه در حال اختلاس. یک مؤسسه تحقیقاتی مستقر در بریتانیا با تحلیل شواهد به دست آمده از سلاح‌های ضبط شده در دریای عرب، از ارسال سلاح‌های ایران به شورشیان یمن از طریق بنادر سومالی گزارش داده است. 19 سازمان حقوق بشری از دولت جمهوری اسلامی خواسته‌اند به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در این کشور خاتمه داده شود. امضا کنندگان بیانیه مشترک میگویند فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی در ماه‌های گذشته در ایران به بالاترین حد خود رسیده است. همزمان با آغاز فصل اسکار، انجمن نقد فیلم آمریکا آثار برگزیده خود را اعلام کرد. فیلم فروشنده اصغر فرهادی جایگاه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را به خود اختصاص داد. مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح 2 فوریتی ممنوعیت خرید کالاهای مصرفی آمریکایی نسبت به تصویب طرح تمدید تحریم‌های ایران توسط کنگره آمریکا واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه هم مصوبه کنگره را نقض برجام دانست. دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را تأیید کرد. او متهم ردیف اول یک پرونده بزرگ فساد مالی و نفتی است. حکم اعدام 2 متهم دیگر این پرونده نقض شده و به شعبه همارض ارسال خواهد شد. 3000 کودک کار را به نام کودک متکدی در قالب طرح‌های ساماندهی شهری از سطح تهران جمع‌آوری کرده و به مراکزی چون بهزیستی تحویل داده‌اند. ظاهراً اکثر این افراد دست فروش و جزئی از شبکه اقتصاد خرده کالایی هستند، نه متکدی. خواهر یک شهروند زرتشتی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از بازداشت برادرش و همسر او توسط اطلاعات سپاه پرده برداشت. ظاهراً این 2 نفر مرداد ماه امسال بازداشت شدند. عصر روز جمعه تندبادی با سرعت 115 کیلومتر بر ساعت شهرستان مرزی بندر آستارا در غرب استان گیلان را در نوردید و موجب رعب و وحشت اهالی این منطقه شد. روز جمعه در مراسم یادبود پوینده و مختاری از جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای دست کم 6 شهروند توسط مأموران امنیتی بازداشت و تعدادی از آنان مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد زوج زندانی در اوین نسبت به وخامت حال آرش صادقی، مدافع حقوق بشر زندانی که در اعتراض به حکم همسرش گلرخ ایرائی در اعتصاب قضاست، هشدار داد و خواستار اقدام فوری در این مورد شد. نوروز بزرگترین جشن ایرانیان برای 2 بار به ثبت میراث غیرملموس جهانی رسید
و این بار 5 کشور دیگر به مالکین آن اضافه شدند. گری لوئیس مسئول دفتر هماهنگی سازمان ملل در تهران تعداد مبتلایان به ویروس HIV در این کشور را 73 هزار تن اعلام کرده است. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از فرار 3 زندانی محکوم به اعدام از زندان زاهدان خبر داده است. گزارش شده این زندانیان جمعه شب با مجروح کردن افسر نگهبان از زندان مرکزی زاهدان فرار کردند. 42 تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای مشترک خواهان آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی شدند. آنها تأکید می کنند که این زن مدافع حقوق بشر برخلاف موازین شرعی و اصول قانونی به تحمل 16 سال زندان محکوم شده است. سعید فضل‌الله ملی‌پوش سابق قایقرانی ایران که سال گذشته در آلمان تقاضای پناهندگی کرد، اکنون با کامیابی در مسابقات قهرمانی آلمان به تیم ملی قایقرانی آلمان نیز دعوت شده است. روز یکشنبه از تجمع مسالمت‌آمیز رانندگان شرکت واحد در مقابل شهرداری تهران ممانعت به عمل آمد و نیروهای امنیتی تعدادی از این رانندگان را توأم با ضرب و شتم بازداشت کردند. یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای میگوید تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های آمریکا الزاماً به معنای بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران نیست. حسن روحانی اما هشدار داده که نقض برجام با واکنش قاطع جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. نزدیک به 1000 نفر از فرهنگیان بازنشسته صبح یکشنبه 14 آذر در اعتراض به مستمری نازل خود و در فراخوان به همسانسازی حقوقشان با بازنشستگان سایر وزارتخانه ها در برابر مجلس تجمع کردند. حاضران در تجمع شعار می دادند حقوق ما 1 میلیون، خط فقر 3 میلیون. در پایان به نرخ ارز در بازار ایران توجه کنید. 1 دلار آمریکا 3335 تومان، 1 پوند انگلیس 4650 تومان و هر یورو 3926 تومان. شب و روزتان خوش. هموطنان عزیز، در اخباری که برای ما فرستاده شده ضمن سپاسگزاری از دبیرخانه آوا و سیمای نهاد مردمی، قیمت دلار اشتباهاً 3335 تومان عنوان شده. قیمت دلار امروز بالای 3835 تومان بود. بنابراین اینو من تصحیح می‌کنم با پوزش. در این حال هموطنان عزیز، امروز روز 16 آذر روز دانشجوست و این روز دانشجو رو که 18 تیر بود و حالا عده اون رو به عنوان 16 آذر عنوان کردند، ما فراموش نمی کنیم. اگر که این تصویر رو داشته باشیم آقای منصور در بل، این روز 16 آذر اگر که ملت ایران یادشون نمیره که آقای زرقامی و آقای قالیباف و این گروه فاسد اون روز به جان دانشجوها افتادند و حتی آقای قالیباف، خیلی جالبه هموطنان عزیز، که جزء پرونده کاراشون خیلی با خوشحالی عنوان میکردن که توانسته بودند این دانشجوها رو از اون بالا به پایین بکشن و عده دانشجو رو از بالای ساختمان ها به پایین پرتاب کردن و خیلی مزد دستشون رو هم از حکومت گرفتند، چون به هر حال این حکومت فاسد یه عده چاقوکش مثل اینها رو احتیاج داره برای اینکه در این چنین مواردی این کار بکنن. اما خیلی جالبه که آقای زرقامی در روز 16 آذر به دانشگاه رفتن، همون دانشگاهی که دانشجویانش به دست این غمکشا کشته شدن. اینها چه روی دارن واقعا، چه از خودشون خجالت نمی کشن اینها که بلند میشن میرن توی دانشگاه
و توی روی تو چشم این مردم نگاه میکنن که برادر خواهرانشون، دوستانشون، همردیفاشون، هموطنانشون در زندان‌های این حکومت هستند یا زیر خاک‌ها هستند که به دست همین حکومتگران به خاک سپرده شدن. اما هموطنان عزیز، غم ما کم نیست. از هر جایش که نگاه میکنیم میبینیم که خب قطاری، دو تا قطار به هم میخورن، یه عده زیادی میسوزن، یکی استعفا میده، یکی میگه چرا استعفا داده. داستان یک شلوغ بازاریست که تو این قضیه که خودشون هم در این سردرگمی نمیدونن چی کار دارن میکنن و چه کار قراره بکنن، به درمان بدبختی هاشون نمیپردازن. تازه جالبه، شما نگاه کنید هموطنان عزیز، نرگس محمدی هنوز هم در زندانه. نرگس محمدی مگه حرفش چی بود؟ مگر چی میگفت نرگس محمدی که قرار باشه 16 سال بره زندان؟ اما دزدا، غارتگرا، صادق لاریجانی، آدمی که خودش در قوه قضاییه قراره که در مسندی باشه که از حقوق مردم دفاع بکنه، دزد بزرگ، و بزرگتر از اون آقای خامنه‌ای که رئیس دزدا در اون مملکت هست. میخوام ببینیم این نرگس محمدی مگه چی میخواست؟ حرفش چی بود؟ مگه نمیگه که خشونت علیه زنان باید متوقف بشه؟ این آدم از این دفاع میکنه، از حقوق انسانها دفاع میکنه، میکننش زندان. دزدان مملکت رو غارت میکنن، خاک اون مملکت رو میفروشن، اون چه که در اون مملکت به عنوان ثروت ملی هست میفروشن. الان شما نگاه کنید زیر تخت جمشید یک موزه بزرگی از دوران هخامنشی کشف شده که بزرگترین ذخایر طلا رو داره، که غیر از ارزش طلا بودنش ارزش قدمت تاریخی این چیزا رو داره، این کتیبه هایی که در اونجا به دست اومده و اون چه که به عنوان آثار تاریخی ما هست. حالا چی کارش میکنن؟ حالا اینها حکومتگران به یه شکلی اینا رو از اون مملکت خارج میکنن، میفروشند بدون اینکه فکر بکنن اینا ثروت ملی اون مملکته. هیچ کس هم کاری به کارشون نداره، خودشون اسکله های خودشون رو دارن، هر چی دلشون میخواد وارد میکنن، صادر میکنن. اما اگه یک کسی حرف حق و حرف حقوقش رو در اون مملکت بزنه، اگه یک راننده شرکت واحد میاد میگه من چرا مسکن منو به من نمیدید، اگه ادعای حقوقش رو میکنه، اگه معلمی میاد ادعای حقوقش رو میکنه میگه من گرسنه هستم، کتکش میزنن، به زندانش میبرن. اما آفرین بر این مردم و مقاومتشون. ببینید اتوبوس ها رو چراغاش روشن گذاشتن و آرام دارن میرن. این یک ملت فرهیخته است که چگونه داره با این حکومت جابر روبرو میشه و این کار ادامه باید پیدا بکنه. اجازه بدید امروز با توجه به اینکه آقای منصور اوسانلو نمیتوانستن در برنامه باشن، ویدیو رو برای ما فرستادن که در زمینه اعتصاب‌های کارگری است و اجازه بفرمایید تا این ویدیو رو با هم ببینیم و باز در خدمت شما خواهیم بود. سلام و درود خدمت هممیهنانم و نهاد مردمی که هماهنگ کردن این گفتگو رو با هم دیگه داشته باشیم پیرامون شرایط موجودی که در کشور ما به پیش میره، جنبش‌های اعتراضاتی و اعتصاب‌های کارگران و معلمان و دیگر مزدبگیران و همچنین چگونگی هماهنگی بین این اعتراضات و اعتصابات که مردم ایران و همه مزدبگیران و زحمتکشان ایران بتونن به خواسته های برحق خودشون برسن و از این شرایط سخت و واقعا شیطانی نجات پیدا بکنن. همینطوری که خب دوستانی که درگیر این مسائل هستن و خود مردم، کارگران، زحمتکشانی که در این اعتراضا و اعتصابا به سر میبرن، میدونیم که طی ماهای گذشته چندین اعتراض و اعتصاب بزرگ داشتیم که هم در صنایع پتروشیمی بوده، در منطقه عسلویه، پارس جنوبی و همچنین در صنعت گاز و نفت و همچنین حمل و نقل و خودروسازی ها که نارضایتی های مختلف خودشون رو مردم و مزدبگیرانی که اینجا کار میکنن برای رسیدن به خواستهای خودشون اعلام کردن.
همچنین میدونیم که شرایط اقتصادی که الان تو کشور ما هست بسیار بسیار شرایط نابرابرانه و ضد مردمی هست که حکومتگران و اون 10% نیرویی که دور اونا هستن در بخشایی که این سرمایه های ملی ما رو دارن غارت میکنن و منابع درآمدهای عمومی رو دارن از بین میبرن، در مقابل 90% مردمی که از طبقه متوسط به پایین و اکثرا بخش کارمندی، کارگران، پرستاران، بازنشسته ها، مستمری بگیران، زنان سرپرست خانواده و فرزندان اونها رو شامل میشه که شاید بیش از 70 میلیون ایرانی باشن. این اعتراضات و اعتصابات هر روز دامنه بیشتری به خودش گرفته تا اینکه ما همین دو سه روز پیش اعتراض و تجمع بزرگ کارگران شرکت واحد به همراه بقیه کارگرای معترضی رو که به دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد 25 آبان ماه به همراه سندیکالیست های فلزکار مکانیک و اتحادیه آزاد کارگران، همچنین اتحادیه کارگران پروژه‌ای، کانون مدافعان حقوق کارگر و بخش‌های مختلفی از کارگران خودروسازی‌ها و همچنین کارگرانی که از آذربایجان، خراسان، شمال به اینجا آمده بودند و بازنشست‌های زیادی که حضور داشتند، همچنین اعضای هیئت مؤسس سندیکاهای کشور. این اعتراض به این دلیل بود که همه این موج بزرگی که برآمده طی چند ماه گذشته نسبت به تغییر ضد کارگری تر شدن قانون کار اعتراض داشتند که حتی بخشی از بدنه شوراهای اسلامی کار دولتی و حکومتی و خانه کارگری ها هم که خودشون به اتفاق علی ربیعی وزیر کار و دولت روحانی و کل حکومت در این به هم زدن اوضاع بر علیه کارگران و ایجاد قانون ها و مقررات جدید که هرچه بیشتر کارگرها رو از حقوق خودشون محروم بکنه به اصطلاح همشون دست داشتن، ولی بخش از بدنه شونم در این اعتراض در 25 آبان ماه شرکت داشتن جلوی مجلس و با شعارهایی که دادن نشون دادن که سو و سمت خواسته های اونها چی هست، یعنی اینکه جلوی این تغییر ضد کارگری قانون کار رو بگیریم و علاوه بر اون در رابطه با اینکه قانون کار به سود کارگران و داشتن سندیکاها، اتحادیه‌ها، شوراهای مستقل کارگری و تأمین حداقل دستمزد یعنی رسیدن به حقوق ماهی 4 میلیون تومان و قراردادهای دائمی کار و بازگرداندن کارگران اخراجی به سر کارشون و همچنین سرمایه گذاری بیشتر در بخش‌های تولیدی و اشتغالزا در کشور اولویت پیدا کنه در مقابل این دلال صفتی که سپاه پاسداران، بیت رهبری و هیئت مؤتلفه و وارد کننده های بزرگ کالاها در اتاق بازرگانی مثل نهاوندیان که مشاور اقتصادی روحانی هم هست در اون دست دارن، یعنی سمت و سویه ایستادگی برای تشکلیابی هرچه بیشتر کارگران، مزدبگیران، زحمتکشان برای به دست آوردن حداقل‌های معیشتی زندگی خودشون و داشتن حق آزادی برای تشکل‌های مستقل و آزادی بیان، آزادی مطبوعات، چرا که اگر آزادی بیان و مطبوعات نداشته باشیم نمیتونیم این درخواست‌های عادلانه رو هم مطرح بکنیم. به هر حال بعد از 25 آبان با اینکه به اصطلاح از طرف تمام کارگران ایران به نوعی صدای اعتراض شنیده شد و در برنامه‌های تلویزیونی خود حکومت ولایت فقیه هم ما دیدیم که چندین برنامه به اصطلاح اختصاصی در رابطه با بحث پیرامون این طرح و لایحه تغییر قانون کار به ضرر کارگرها که در درجه اول به اصطلاح نوع قرارداد کار اونها رو هدف گرفته که دیگه قرارداد رسمی حتی تو قانون هم نداشته باشیم، هرچند که عملا هم نداریم الان برای 90% از کارگرای ایران. دوم اگه حداقل دستمزد دیگه با توجه به هزینه کالا و سبد خانواری که نیاز داره به این کالاها و از اون طرف نرخ تورم که در تعیین کردن این مؤثر هست و مثلا یک ابزار قانونی میده که ما کارگرها بتونیم روش وایسیم و اعتراض بکنیم رو از ما بگیره، همچنین داشتن رأی مشاورتی تشکل‌های موجود و از همه بدتر جلوی اعتصاب و اعتراض رو هم بگیره که سندیکای شرکت واحد در رابطه با همین مسائل بیانیه‌ای هم صادر کرد
به علاوه اتحادیه‌ها و سندیکای دیگه، و برای مسئله مسکنشون هم اقدام کردن همکاران ما در شرکت واحد که از سال 90 به بعد پروژه های سهیل و سپیدار 1 و 2 و 3 عملا متوقف شده، با اینکه 72 میلیارد تومان پول فروش زمین های منطقه 2 تعمیرگاه 2 و شمال منطقه 6 جنت آباد شرکت واحد یا حالا میگن سامانه اسمشو گذاشتن، در اختیار مدیران دزد تعاونی های مسکن علی مهدوی خا و اکبر ایوزی، دو تا از سردمداران حمله به سندیکا و زخمی کردن و رتبار کردن ما کارگرا در سندیکا بود که جایزه اونها این مدیریت تعاونی های مسکن است که به اتفاق مدیران شرکت واحد مثل پیمان سنندجی و صادقی پیروز، حتی عبدالله مالکی که بازنشسته شده ولی از مزایای اضافی شرکت واحد داره استفاده میکنه، به اصطلاح اعتراض کردن و این 72 میلیارد تومان و پایان یافتن پروژه ها رو خواستن که به جایی نرسید، در نتیجه مجبور شدن بیان جلوی مجلس. ببخشید، معلم ها رفتن جلوی مجلس، کارگرای شرکت واحد و دوستان و یارانشون از ضلع پارک جنوبی پارک شهر حرکت کردن به طرف شهرداری و وزارت کشور که مورد حمله نیروهای پلیس و انتظامی و امنیتی و لباس شخصی های حکومت شدن که سرهنگ جعفری نقش فرمانده‌ای رو داشت و دستور میداد که بیرحمانه کارگرها رو بزنن. به هر حال مقاومت که کارگرها کردن تا بعد از ظهر ادامه پیدا کرد. حسن سعیدی، آقای حمید فدایی، ناصر محرمزاده شدیداً آسیب دیدن، به بیمارستان رفتن. 17 نفر رو دستگیر کردن ولی مجبور شدن زیر فشار کارگرها که تا 3 بعد از ظهر شعار آزادی همکارانشون رو میدادن آزاد کنن، و پس از اون هم که زخمی ها برگشتن به درون صف مبارزان و این نهضت رو ادامه دادن تا دیروز که چراغ ها رو روشن کردن به درخواست سندیکا راننده ها در سراسر تهران، و چراغ روشن شد نوع اعتراضی که در همه دنیا تنین افکن شد. به علاوه که سرعت ها رو پایین آوردن در حدی که دیگر همه متوجه شدن که اتوبوس ها قطاری دارن راه میرن، و این اعلام به اصطلاح مقاومت بود در مقابل خشونت پلیس. بعد از اونم که ما دیدیم که بیانیه سندیکا با قدردانی از این حضور چراغ روشنی حکومتیان رو وحشت زده کرده. گام‌های بعدی این هست که ما حتما بتونیم از موقعی که چراغ روشنی میشه مردم دیگر هم چراغ ماشیناشون رو در سطح شهر روشن بکنن، در سطح کشور همه به حمایت بیان، اتوبوسرانی‌های دیگر هم همزمان با اتوبوسرانی تهران میتونن وارد این اعتراضات و تجمعات بشن، مردم هم با روشن کردن چراغ هاشون و بوق زدن و اعلام حمایت از راننده ها میتونن پشتیبانیشون رو اعلام بکنن، و اینکه ما 4 میلیون تومان حقوق و دستمزد رو برای هر ماه برای همه ایرانی ها و خانواده های ایرانی در دستور کار قرار بدهیم. و ما بدونیم که با کم کردن سرعت اتوبوس ها در مرحله بعدی و اعتراضات بعدی میشه هزاران اتوبوس رو در تمام تهران سر چهارراه‌های مختلف متوقف کرد و شهر رو کاملا در تسخیر مردم قرار داد، و با بسته شدن همه چهارراه و خیابونا نیروهای حکومتی و پلیس و بسیجی و سپاهی هم دیگه نمیتونن بیان که مردم معترض رو سرکوب کنن، و مردم معترض هم که با چراغ روشن و فریادهای خوشامد و همچنین بوق زدن به راننده ها میتونن بپیوندن، به هنگام بسته شدن چهارراه‌ها میتونن برای اقدامات بعدیشون حرکت بکنن. از جمله این انتقادات میتونه این باشه که ما بریم و رادیو تلویزیون رو این بار دیگه خودمون تسخیر بکنیم و از همونجا پیام‌های آزاد شدن مردم ایران رو به اطلاع برسونیم. البته یه پروژه شاید چندین ماه به طول بیانجامه، ولی با توجه به بیپولی حکومت و فسادی که داره و تحریم‌هایی که میشه و اینکه حتی اگه پولی هم به دستش برسه اول به چماقداراش و آدمکشاش و دزداش میخواد بده، و یه قسمت زیادی پول‌ها رو هم که از ایران عوامل حکومت خارج میکنن میارن اینجا سرمایه‌گذاری میکنن، 3-4 هزار نفرشون هم که زن و بچه‌هاشون هم فرستادن به اروپا و آمریکا و استرالیا و کانادا و دومینیکن و آمریکا جنوبی، در نتیجه نشون میده خود حکومتی‌ها میدونن که فاتحه‌شون خونده شده و آخرین روزهای حکومتشون هست. به همین دلیل جنبش‌های اعتصابی اعتراضی که شکل می‌گیره در میان همه مزدبگیران می‌تونه نقش ویژه‌ای داشته باشه برای اینکه زمینه عبور از این حکومت رو فراهم بکنیم.
همچنین حضور دلاوران و جوانانی مثل همین امیر امیرقلی عزیز، مثل آرش صادقی و بقیه دوستانی که با ایشون زندانن، حضور مادرانه ها و مادرانی مثل شوره پاکروان، همه اینا که در هم گرو بخوره و از هم پشتیبانی بکنن و با هم دیگه همیاری بکنن، 100% مطمئن باشیم که پیروزی ما برای داشتن یک جامعه دموکراتیک و انسان که خود ما مردم تکلیفمون رو روشن بکنیم خیلی نزدیک میشه. دیگه بسته که ما اختیارمون رو به دست یه سری آخوند مفتخور، کسایی که اصلا کار نمی کنن، زحمت نمی کشن، به قول بعضی ها دستشون از پنبه هم نرمتره، بس سرنوشت ما مردم کارگر و کارمند و متخصص و استاد دانشگاه و معلم و هر چه آدم بی سواده، اینا به دست خودشون گرفتن به خاطر اون اشتباهی که بزرگترهای ما در سال مثلا 57 و 58 کردن. چرا؟ چون الان 80% از مردم ایران از 55 سال سنشون بیشتره، در نتیجه به قانون اساسی این جمهوری اسلامی رأی ندادن، اصلا سنشون نمیخوره. در نتیجه الان اینایی که اگه بگیم همشون هم اون سال رأی دادن، 80% مردم فعلی ایران نه به این قانون اساسی نه به این نظام رأی ندادن، در نتیجه این نظام و قانون اساسیش از حیز انتفاع یا قابلیت بهره برداری خارج هست و باید یک رفراندوم جدید توسط خود ما مردم، جوانای آگاه انجام بشه تا ببینیم که اینها چند مرده حلاجن و آیا این قانون ارتجایی که سنگسار و آدمکشی و تجاوز و شکنجه و دزدی و غارت و همه رو به رسمیت میشناسه میتونه دوباره از مردم ایران رأی بیاره یا نه. این است که در کنار مبارزه میدانی و اعتصاب و خیابان و بستن و حرکت‌های رو به جلو، پروژه رفراندوم حکومت هم در دستور کار همه ما آزادی‌خواها، دموکراسی‌خواها و انسانگراها میتونه قرار بگیره. امیدوارم در حول و حوش دو موضوع حمایت از همه اعتصاب‌ها، تجمع‌ها که معلم‌ها، پرستارها، کارگرها در هر جای ایران صورت می‌گیره که این مورد تایید و پشتیبانی همه گروه‌های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ها به طور همزمان بشه، و دومی که پروژه رفراندومی که این حکومت رو ما مردم به کل قبول نداریم، چون 80% از ما مردم به این قانون اساسی رأی ندادیم. به همین دلیل این دو پروژه رو اگر ما با هم به جلو ببریم، مطمئناً بنیانهای این حکومت ضد مردمی، ضد بشر، ضد انسانی، خرافاتی و عقب مونده از میهن ما پاک خواهد شد و ما مردم موفق خواهیم شد که جامعه انسانی و دموکراتیک خودمون رو بسازیم، به سازماندهی، پیوستن به سندیکاها، پیوستن به احزاب موجود مخفی که برای براندازی کامل حکومت حرکت میکنن به پیوندیم و هر روز نیروهای خودمون رو در نهادهای مردمی متشکل‌تر بکنیم. یگان راه ما وحدت و تشکیلات هست. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. از امیر امیرقلی، از آرش صادقی و از بقیه زندانیان جوان، مسن، بیگناه، آرمانگرا و آزادیخواه یاد بگیریم و سعی بکنیم که این حکومت ظالم و ستمکار رو اول به تسلیم وادار کنیم که حق و حقوق مردم رو رعایت کنه و دوم هم دربارش رفراندوم بگذاریم تا واقعا معلوم شه چقدر طرفدار داره یا نداره. پس دو فرمول اتحاد و همبستگی و حمایت از همه اعتراضات معلم ها، کارگر ها، زحمت کشان، موزبگیران ایران، به علاوه فرمول مطرح کردن این رفراندوم در رابطه با آیا پذیرش این نظام اسلامی ضد بشر و دزد و غارتگر که سرمایه های ما رو غارت کرده و جوان های ما رو میکشه، آیا بازم بر سر کار بماند یا نماند. این رفراندوم میتونه پاسخگوی این مسئله باشه. تا گفتگوی بعدی، شما رو به وجدان خودتون و به انسانیت خودتون میسپارم. بدرود تا روزهای بعدی. سپاسگزاری از آقای منصور اوسانلو. هموطنان عزیز، درست به این تصویر نگاه کنید. این تصویر یک راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانه. ببینید این در این نگاه چقدر خشم، چقدر نفرت نسبت به این حکومت هست. این یکی از رانندگان است که شبانه روز اینها شما رو در ایران در شهرهای مختلف جا به جا می کنن. حالا هر شغل و مقامی که داشته باشید،
اگر از اتوبوس استفاده میکنید، اگر محصلید، اگر معلمید، اگر پرستارید، اگر دکترید، اگر کشاورزید، اگر کارگرید، اگر بسیجی هستید، اگر نظامی هستید، اگر سپاهی هستید، این آدم و این رانندگان با شغلی که دارن که میشه گفت 100%شون، اگه نگیم 99%شون دچار دیسک کمر هستن به خاطر نوع شغلی که دارن، اما شما رو در سرما و گرما و باران و برف شما رو جابجا میکنن. آیا شما واقعا، شما به عنوان ملت ایران نباید پشتوانه هموطنانتون باشید؟ چون این بلایی که داره سر ایشون داره میاد، سر شما هم داره میاد. شما معلم که میان میگین گرسنه ایم، شما پرستار، شما کارگر، شما سپاهی، شما بسیجی، همه شما ملت ایران، غیر از اون محدودهی که ماشین های ضد گلوله سوار میشن و با نمیدونم کلی محافظ این ور اون ور میرن، شما بقیه‌تون همه در این گرفتاری، در این عنادی که این حکومت نسبت به شما داره با هم سهیمید. شما دارن غارتتون میکنن. شما باید با هم دیگه، باید همه دستامونو به دست هم دیگه بدیم، باید همه با هم دیگه چراغا رو روشن کنیم، این کار مسالمت آمیز رو انجام بدیم. فردایی که دوباره چراغا رو روشن میکنن اتوبوس رانان، شما هم باید چراغاتون رو روشن کنین، شما هم باید آرام برید، شما هم باید نشان بدید به حکومت که مخالف این حکومت هستید. و اینها شروعی است و ادامه ای است بر اون سمفونی براندازی این حکومت فاسد. دلم دوباره هوات کرده، هوای سکوت و صدات کرده، یه زخم کهنه، یه داغ تازه، مخواه دلم اپا بنازه. آخه چجوری همه خیالها شاب کنم، هویت گم شدم چجوری پیدا بکنم؟ دلم گرفته خودم، دلم گرفته همه، دلم یه خلوتی میخواد که روزا خیلی کمه، دلم یه خلوتی میخواد که با خودم رو راست بشم، یه خلوتی که تو هوا یه نفس سیر بکشم، بذار تمام شهرم ای حس این کار بکنم، بنای خاطرات من یه جوری آمار بکنم. دلم گرفته صدا شاته دیدم نوری شکستم و بریدم، وقتی یه دلم افان نشته اینجا صدای تو نشیدم، جوره از آن عاشقان اینجا صدای تو نشنیدم، اینجا خودم پیدا کردم امروز به آرزوم رسیدم. شاد دیدم نوردی شکستم و بریدم، وقتی دیدنم اپانشت اینجا صدای تو نشنیدم، جوره از آن عاشقانه اینجا صدای تو نشنیدم، اینجا خودم پیدا کردم بارزون بسیدم، خودم به دکه 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 دک
یک ایران داریم متشکل از قبایل مختلف، اقوام مختلف، گویش‌ها و زبان‌های مختلف، اما در هم تنیده به عنوان یک ملت با یک زبان، یک زبان ملی سراسری و گویش‌ها و زبان‌های مختلف در قسمت‌های مختلف این وطن که همه به هم گره خورده ایم. این وطن بسیار گرامی است. ما یک ملت با یک پرچم شیر و خورشید نشان، همه با همدیگه دست در دست همدیگر خواهیم کرد، هموطنان عزیز، و ایرانمونو پس میگیریم. ما ایرانمونو از این دزدان پس خواهیم گرفت، از این غارتگران دروغگوی پست فطرت پس خواهیم گرفت. ایرانمونو میسازیم دوباره. این ایران رو میسازیم در جایگاهی که هم ما قابلیتشو داریم، هم ایران قابلیتشو داره، در چارچوب این کشور گربه‌ای شکلی که بهش افتخار میکنیم، جهان بهش افتخار میکرده همیشه و دوباره باید بهش افتخار بکنه، منهای این حکومت فاسد اسلامی. بیایید با همدیگه در نواختن این سمفونی بزرگ براندازی با همدیگه سهیم بشیم، با همدیگه متحد بشیم و یک بار برای همیشه این بوی تعفن این حکومت رو از ایران عزیزمون بزداییم. ما ایرانمون رو پس میگیریم، نهال آزادی رو میکاریم و با جانمون آبیاریش خواهیم کرد. پاینده باد ایران، زنده و پاینده باد آزادی، زنده و پاینده باد ملتی که یک پارچه برای پس گرفتن مملکتشون و نهادی نکردن آزادی و عدالت اجتماعی و دموکراسی با همدیگه دست در دست همدیگه کوشش خواهند کرد و به این هدف خواهند رسید. رویدادهای هفته پیش رو، برگرفته از گاه شمار ملی ایران. 17 آذر 1246 خورشیدی، آغاز تأسیس تهران جدید. با آغاز سلسله قاجاریه تهران به عنوان پایتخت کشور برگزیده شد. در 21 سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بر اثر فزونی جمعیت وی تصمیم گرفت که شهر را وسعت داده و شهری با نام خود در کنار تهران قدیم بنا کند. از این رو در این روز هلنگ توسعه تهران و احداث شهر جدید با نام دارالخلافه ناصری را به زمین زد. 18 آذر 1370 خورشیدی، معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل. 11 سال پس از آغاز جنگ عراق علیه ایران و 3 سال پس از صدور قطعنامه 598 شورای امنیت و اتمام جنگ، خاویر پرز ده کویار دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در چنین روزی طی یک گزارش رسمی به شورای امنیت اعلام کرد که عراق در 31 شهریور 1359 به ایران حمله کرده و متجاوز است. 19 آذر 1363 خورشیدی، تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستور خمینی. ملایان و به ویژه خمینی پس از آنکه از اجابت خواستهای به حق جوانان و دانشجویان ناتوان ماندند، به بهانه اینکه گروهک‌های مختلف روند تحصیل و تدریس را مختل کرده و بسیاری از استادان منحرف به کار مشغول بوده، دانشگاه‌های سراسر کشور را تعطیل کردند. پس از آن به منظور اسلامیزه کردن امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها، به دستور خمینی ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت. در چنین روز با اضافه کردن رؤسای سه قوه و تنی چند به اعضای این ستاد، نام آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر یافت. 19 آذر 1327 خورشیدی، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که منشور ملل متحد در دست تدوین بود، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی مورد توجه نمایندگان کشورهای مختلف جهان واقع شد و کمیسیون حقوق بشر در ژانویه سال 1947 میلادی شروع به کار کرد. این کمیسیون نتیجه مطالعات خود را به صورت لایحه‌ای به مجمع عمومی تقدیم کرد. در این روز مجمع عمومی سازمان ملل با 48 رأی مثبت و 8 رأی ممتنع اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری گردید. 20 آذر 1246 خورشیدی، افتتاح قصر شمس العماره.
ظاهراً ناصرالدین شاه با دیدن بناها و امارات مرتفع کشورهای اروپایی هوس می‌کند بنای مرتفعی نظیر بناهای فرنگستان در تهران خود ایجاد نماید. از این رو در سال 1244 دوستعلی خان نظام‌الدوله معیرالممالک را مأمور ساخت قصر زیبایی در سمت شرق ارگ سلطنتی می‌کند. کار ساخت این بنای عظیم طی 2 سال به پایان میرسد و در چنین روزی شاه این قصر زیبای 5 طبقه را افتتاح میکند. 21 آذر 1324 خورشیدی، تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان. در گیرودار حضور نیروهای بیگانه در ایران در جریان جنگ جهانی دوم، سید جعفر پیشه‌وری نماینده اول تبریز پس از رد شدن اعتبارنامه اش در مجلس به آذربایجان رفت و در بیانیه خودمختاری آذربایجان را اعلام کرد. وی سپس در تبریز فرقه دموکرات را تأسیس کرد و به ریاست آن برگزیده شد و در همان روز حزب توده آذربایجان الحاق خود را به فرقه دموکرات اعلام کرد و این دو با هم اعلان خود مختاری نمودند. 21 آذر 1325 خورشیدی، پایان قائله فرقه دموکرات آذربایجان. با فرمان پادشاه ایران محمد رضا پهلوی ارتش شاهنشاهی به سمت آذربایجان حرکت کرد. پیش از رسیدن ارتش، مردم آذربایجان بسیاری از عوامل فرقه را دستگیر کردند و بقیه اعضای فرقه به اتحاد جماهیر شوروی گریختند. ارتش شاهنشاهی ایران در این روز وارد تبریز شد و حکومت خودسرانه پیشه‌وری برچیده شد و این روز به نام روز نجات آذربایجان نامگذاری گردید. بسیاری از رهبران فرقه از جمله پیشه‌وری به شوروی پناهنده شدند. پیشه‌وری چند ماه بعد در یک تصادف رانندگی در باکو درگذشت. 22 آذر 1301 خورشیدی، تصویب قانون استخدام کشوری. تا این سال مقررات و روش خاصی که حاکم بر امور استخدامی سازمان‌های دولتی باشد وجود نداشت. در این روز قانون استخدام کشوری در مجلس تصویب شد و اولین سازمانی که طرح طبقه بندی مشاغل را پیاده کرد نفت کشور بود. تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب قانون استخدام کشوری در سال 1345 اولین مرحله در اعمال مدیریت صحیح منابع انسانی در بخش دولتی بود. 22 آذر 1304 خورشیدی، تغییر متمم قانون اساسی و تفویض سلطنت ایران به رضاخان. در چنین روزی مجلس مؤسسان با تغییر 4 اصل از متمم قانون اساسی سلطنت را به رضا شاه و اعقاب وی تفویض کرد. تصمیمی که سرآغاز تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی شد. به این ترتیب 153 سال حاکمیت شاهان قاجار بر ایران خاتمه یافت و پادشاهی سلسله پهلوی به طور رسمی از این روز آغاز شد. 23 آذر 1300 خورشیدی، تصویب قرارداد با شوروی در مجلس شورای ملی. به موجب این قرارداد بانک استقراضی روس به طور کامل به ایران واگذار شد و تمام امتیازاتی که دولت روسیه تزاری و اتباع آن از ایران گرفته بودند از درجه اعتبار ساقط گردید. دولت شوروی از تمام مطالبات خود صرف نظر کرد و کاپیتولاسیون را لغو نمود. در برابر این حق را برای خود محفوظ نمود که در صورت دخالت مسلحانه یک کشور ثالث در ایران و تهدید سرحدات شوروی قشون خود را وارد ایران نماید. علت تأخیر تصویب قرارداد در مجلس هم همین قسمت بود که با توضیحات از طرف دولت شوروی رفع نگرانی شد.